برم بیگناه اعدام شد به خاطر من که دخترش بودم، ناموسش بودم. من نمادگی ملت روبن هتاتم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط. بالا دارت تو فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی، ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا. اون بچه رو نیار واسه یه تماشا، نظر از الان ذهنش درگیر داشه، نظر این صحنه رو مغزی سواشه. اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد، اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخونم، وقتی عصبی شد از بدی اوضاع زور میشه منطقش توی اجتماع. اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه، توی کنکور بد زندگی رد میشه. ما بد بودیم شما اما بدتر بود، یه جنبی میزنه دت زمین خیلی زود. کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا، اون بالا یا خوشحالترم میشن دادا. ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش، چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجاش. حالا منم اونجا و چشای تو تنابه دار، بکش صندلی رو از زیر پام سر. دادگاه بین المللی مردمی آبان که چهارشنبه 19 آبان آغاز به کار کرده بود، یک شنبه 23 آبان با صحبت‌های وین جورداش رئیس هیئت قضات به پایان رسید. وین جورداش گفت هیئت قضات دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در اوایل سال آینده میلادی حکم خود را در رابطه با اتهام جنایت علیه بشریت که در ادعانامه دادستانی علیه 133 نفر از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی وارد شده است صادر خواهد کرد. او در ادامه افسود که قضات این دادگاه مردمی آماده هستند به صحبت‌های کسانی که در این روزها خود را به عنوان شاهد به دادستانی معرفی کرده اند نیز گوش فرا داده و آنها را بررسی کند. در 5 روز این دادگاه قرار بود 40 نفر شهادت بدهند، ولی ما تنها توانستیم شهادت 34 نفر را بشنویم. یک نفر از این شاهدان در لحظه آخر اعلام کرد که به دلیل فشارهایی که به خانوادهش وارد شده است نمیتواند در دادگاه حضور پیدا کند. 2 نفر دیگر از شاهدان نیز در 5 روز این دادگاه در دسترس نبودند. 3 نفر هم بالاخره به دلیل اینکه برخی از شهادتها بسیار طولانی شدند امکان حضور در دادگاه را پیدا نکردند. از این 34 شاهد 9 نفر از خانواده های کشته شدگان، 1 نفر از خانواده یک بازداشت شده و 6 نفر دیگر از کسانی بودند که اطلاعاتی در رابطه با آنچه 2 سال پیش در آبان اتفاق افتاد داشتند. این 6 نفر 1 افسر پلیس، 1 افسر امنیتی، 1 عضو سپاه، 1 فرد نزدیک به امام جمعه 1 شهر و 2 پزشک را در بر می گرفت. از این شاهدان 9 نفر با اسم و رسم خود و چهرهشان به صورت علنی شهادت دادند، ولی دیگران به خاطر مسائل امنیتی نام و چهرهشان مشخص نشد و حتی در برخی موارد روی صدای آنها صداگذاری شده بود. آقای امیر مقدم، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان بعد از 5 روز به کار خودش پایان داد. یه جنبندی خلاصه شما از این 5 روز. من فکر میکنم که هیچ کس انتظار نداشت که چنین استقبالی از این دادگاه شه. یعنی که حتی خود ما که میدونستیم که تعداد زیادی شاهد وجود داره که میخوان صداشون به دنیا برسه، به خاطر پوششی که گرفته، ما حالا از طریق مطبوعات، شبکه‌های اجتماعی، از روزی که دادگاه شروع شد تعداد بسیار زیادی شاهد جدید هستند که میخوان شهادت بدن. و من میتونم بگم که بدون توجه به اینکه هیئت قضات به چه نتیجه گیری میرسند، این یک موفقیت بسیار بزرگ برای جنبش دادخواهی بوده. این را هم اضافه کنم، ببینید دادگاه آبان در واقع فقط پژواک
صدای قربانیان و شاهدانی است که در داخل کشور هستند. اونا هستند که این جنبش رو آغاز کردند و پیش میبرند، ولی من خوشحالم که این دادگاه تونسته صداشون رو به تمام جهان برسونه. یکی از نمایندگان مجلس گفتش که ما زدیم و کشتیم، خوب کاریم کردیم، من خودم هم کشتم. به نظر شما این نوع صحبت ها که ممکن در روزهای آینده هم از سوی مقامات و شخصیت های جمهوری اسلامی بیاد چگونه باید تفسیر کرد؟ خب من فکر میکنم که این حرفا رو که میزنند اینا همه ثبت میشه و مطمئن باشید یک روز نوبتشون خواهد رسید که جواب بدن که منظورشون چی بود که ما زدیم و کشتیم. جمهوری اسلامی الان 40 سال هست که عادت کرده که همینطور که آقای نوروزی گفت بزنه بکشه و هیچ کم پاسخگو نباشه، ولی دوران تغییر کرده و من فکر میکنم که این دادگاه آبان این رو نشون خواهد داد. در حال حاضر یکی دیگه از اون کسانی که حدود 30 سال پیش میزد و میکشت در دادگاهی در استکهلم هست و احتمالاً تعداد این افراد بیشتر و بیشتر خواهد شد. برخی میپرسند که به چه دلیل سازمان حقوق بشر ایران، البته همراه عدالت برای ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام، تصمیم گرفتن یا این چنین دادگاهی رو برپا کنن؟ در واقع ایده این دادگاه ابتکار سازمان عدالت برای ایران بود و بر اساس خواست مردمی که در داخل کشور بودند. ما خودمونم که اتفاقات پس از اعتراضات رو دنبال می‌کردیم، مردم همه می‌گفتن که کسی صدای ما رو نمی‌شنوه و در واقع بر اساس اون درخواست ها بود که این ایده شروع شد و از اونجایی که خب دادگاه های بین‌المللی مردمی الان چند سال هست که در حال کار هست، یعنی چندین دادگاه معروف وجود داره که به مواردی رسیدگی کرده که دولت ها یا نمیخواهند یا نمیکنند. و در رابطه با ایران هم ما ایران تریبونال رو داشتیم حدود بیش از ده سال پیش که دیدیم که نتیجه خیلی مثبتی داد. ولی فرق این دادگاه با دادگاه دیگه اینه که وقتی که شروع به کار کرد، یعنی 1 سال پیش، هنوز کسانی بودن که حتی زخم‌هاشون خوب نشده بود و در فاصله به این کمی از اون اتفاق، از اون جنایاتی که اتفاق افتاد تا دادگاه، این فکر میکنم کم سابقه باشه. یک پرسش آخر آقای امیر مقدم، انتظار شخص شما از این دادگاه چه؟ یعنی انتظار دارید بعدی که حکم صادر شد، که مشخص نیست چه حکمی صادر خواهد شد، در هر صورت گام بعدی در ادامه این دادگاه چی باید باشه؟ من واقعا مطمئن نیستم چه حکمی صادر خواهد شد، چون که این هیئت قضات هستن که تصمیم میگیرند بر اساس ارزیابی که از تمام این شهادت نامه میکنند و در بهترین وجه از دید ما اونها به نتیجه میرسند که اتفاقاتی که در آبان ماه 98 در سراسر ایران روی داد جنایت علیه بشریت محسوب میشه، که خب اون در واقع بار حقوقی داره برای تمامی کسانی که محکوم میشن در جنایت علیه بشریت. یعنی که اون افراد اگه سفر کنند پس از اینکه مسئولیت دیپلماتیکشون تمام شده میتونن دستگیر شن در بعضی از کشورها، مثلا حسن روحانی که دیگر رئیس جمهور نیست، اگر محکوم بشه دیگه نمیتونه. مثلا اگه به کشور اسپانیا یا سوئد مسافرت کنه و جنایت علیه بشریت شناخته شده باشه این قضیه، این احتمال وجود داره. ولی من فکر میکنم که بدون توجه به حکم دادگاه این جنبش، در واقع این دادگاه جنبش دادخواهی داخل کشور رو تقویت کرده. ببینید، حکومت دلیل اینکه اینترنت رو قطع میکنند و بعد تهدید میکنند اینه که میخوان به مردم اینو بفهمونن که ما هر کار میخوایم بکنیم همونطوری که نوروزی گفت و هیچ کس نه صدای شما رو میشنوه نه میتونه با ما کاری بکنه. نتیجه این دادگاه تا این لحظه بدون هیچ حکمی این بوده که اینطور نیست، صدای مردم شنیده میشه و من فکر میکنم که فقط همین دستاورد بسیار بسیار ارزشمند هست. ولی من امیدوار هستم که این منجر شه که جنبش دادخواهی قوی تر از پیش به پیش بره. زهرا ساعدپناه در آبان 98 در سنندج بود و در تظاهرات آن روزها نیز حضور داشت و
و حتی برای لحظاتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. روز شنبه 25 آبان 98 بود که من از طریق فضای مجازی متوجه شدم که اعتراضاتی نسبت به گران شدن بنزین صورت گرفته. من بیرون رفتم و به دوستان و خواهرم اطلاع دادم که به هم دیگه ملحق بشیم. ما ملحق شدیم به مردم، یه جا ماشینامون رو پارک کرده بودیم فقط به نشانه اعتراض و هیچ چیز غیر دیگه ای نبود. مردم همه ماشینا رو پارک کرده بودن، خاموش کرده بودن. شنیدیم که بالاتر دانشجو جلوی دانشگاه آزاد نشستن، مستقر شدن به نشانه اعتراض، به اونها ملحق شدیم. بعد 20 دقیقه نیم ساعت خبر دادن که لباس شخصی ها و کماندو تکواندو دقیقا نمیدونم اینا با باتوم افتادن به جون ماشینا، دارن شیشه ها درای ماشینا میشکنن و بیاین ماشینا رو جابجا کنین. ما برگشتیم ماشینا رو جابجا کردیم، دوباره اومدیم تو کوچه و خیابون مردم ملحق شدیم. متاسفانه لباس شخصی ها روبروی ما وایساده بودن که داد زدن، یکی دو نفر گفتن که لباس شخصیان اون روبروی ها. فقط من میدونم که پشت ستون قایم شدم و سنگ باران شدیم، سنگ باران با سنگای بزرگ. این لباس شخصی ها سنگ میزدن؟ بله بله، که من مطلع شدم افراد امنیت اخلاقی شهر سنندج بودن، چون یکیشون منو شناسایی کرد، برگشت به من گفت ساید پناه اینجا وای نسا. وقتی گفتم ببخشین شما، ماسکشو برداشت. این آقا من اسمشون رو نمیدونم چی هست، ولی توی یک اتاقی که برای کسایی که کشف حجاب تو ماشین میکردن اسمس میفرستادن، من یکی دو بار به اونجا احضار شده بودم، کنار همکار آقای به اسم محمدی بودن، من اسم خودشون رو دقیقا یادم نیست. گفتم ببخشید من شما رو نشناسم. گفت اینجا وای نسا، برو وای نسا. که ما اومدیم رفتیم جواب ندادیم، کمک کردیم، چند نفر از دست لباس شخصی ها نجات دادیم. یک نفر که تمام بدنش خونین و مالین بود، بالا تن لباس یعنی پیرهن تنش نمونده بود، کاملا خونی شده بود و نجات دادیم، فرار کرد. و چند نفر دیگه فکر کنم نفر چهارم یا پنجم بود که می‌خواستیم نجات بدیم که منو با باتوم زدن از پشت. خواهرم اومد ازم دفاع کنه، دست چپ خواهرم هم قشنگ باتوم زدن، سری ورم کرد همون لحظه که موهای منو کشیدن رو زمین، منو کشیدن که چند نفر از جوونا اومدن حمله ور شدن، منو کشیدن بیرون از دست لباس شخصی ها و من فرار کردم. روز دومش توی خیابون میدون نبوت شهر سنندج بود که یه پلی داره جدیدن درست کردن، یه دو سالی مامورا از اون بالا تیراندازی میکردن، گاز اشکاور میریختن و داد میزدن. من تجربه همچین چیزی رو تا حالا نداشتم. فوش میدادن، فوش ناموسی میدادن. این چیزی که من شنیدم، جالب این بود کردم بودم مامورا که فوش میدادن. یعنی به کردی فوش میدادن یا لهجه؟ بله قشنگ به کردی سنندجی فوش میدادن به مردم، چیزی بود که من شنیدم. حالا نمیشه گفت اون مامور کرده یا کردی، ولی قشنگ کردی فوش میداد، فوشای ناموسی میدادن به مردم که بریم وای نسین. خب مردمم از این طرف که چیکار وای نمیسن که، اونام فوش میدادن به اینا. بعد نگو اینا دارن مردم رو با فوش نگه میدارن که گارد ویژه بیاد، که ما دیدیم ماشین آپاش اومدن، موتور سوارا اومدن، شروع کردن به تیراندازی گاز اشکاور. شانس بعد من یه گاز اشکاور افتاد جلوی پام. خب گاز اشکاور هم یه جوری که تکون میخوره، وای نمیسه ثابت. متاسفانه من گاز زیادی رو استشمام کردم و یه تیر مشقی هم انداخته بودن. از شدت تنفس گاز من حواسم نبود بهم تیر زدن، که رفتیم تو خونه های مردم، منو بردن کشید بلندم کردن رفتم تو خونه مردم، اونجا کلی دود و اینا به من به اصطلاح رو صورت من کشیدن که من بتونم نفسم بالا بیاد. بعد که من متوجه شدم که برادرزادم و اطلاعات سپاه گرفته، یه بچه 15 ساله که ما رفتیم دنبالش، آخر سرم تحویل ندادم. بعد 24 ساعت خودشون توی بیابونیم بنده خدا رو ول کرده بودن، گوشه بهشون پس داده بودن که زنگ بزن به خانواده. چیزایی که من دیدم توی آبان، چیزی که من با چشمای خودم دیدم، خیلی از جوونا رو بردن توی فرمانداری روبروی مجتمع تجاری سنندج توی خیابان پاسداران، خیلی از جوونا رو بردن اونجا چشم بسته و دست و پا بسته. توی میدون 12 فروردین توی اطلاعات سپاه، من خیلی چون رفته بودم دنبال برادرزادم، گفتن برو، من نرفتم، من همونجا وایستادم، گفتم تا برادرزاده من بچه زیر 18 ساله، شما حق قانونی ندارین که اونو بگیرین. من وایستاده بودم فقط میدیدم از ماشینای 405 206 سمند مرتب جوونا رو می آوردن پایین دست و پا بسته و چشم بسته می بردن اون تو. بماند اون چیزی که من توی اون دو روز دیدم، با باتوم جوونا رو زدن، سر شکست،
دست شکسته، تو اون سنگبارانی که با سنگ پرتاب میکردن جلوی چشای خودم زن حامله، بچه و یکی از فامیلای خودمون قشنگ جاش ترک خورد، خونریزی پیدا کرده بودن. این چیزی بود که من مشاهده کردم. بعد از این در مراسم تشییع جنازه دو تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده هم شرکت کردیم و اونجا هم علیتون اعلام جرم کردن به جرم اهانت به رهبری و توانی برای برهم زدن امنیت. شما خواهرتون جز 11 نفری هستند که براشون احضاریه صادر شده. بله بله، من دو نفر از قربانیان کشته شده های هواپیمایی اوکراین بودن، سنندجی بودن. ما رفتیم اونجا و باز هم ما فقط برای ادای احترام به کشته شده ها رفته بودیم اونجا. متاسفانه یک روز فکر کنم اگه اشتباه نکنم قبل از 40 قاسم سلیمانی بود ما رو احضار کردن، که من خودم حقیقتا 5 ماه فراری بودم نرفتم، ولی خب منو دستگیر کردن، با قید وثیقه آزاد شدیم. اتهاماتی که به ما دادن توهین به مقام معظم رهبری، اخلال در نظم عمومی و امنیت داخلی کشور، اون یکیش دقیقاً یادم رفت، 3 چیز بود به اصطلاح. ما رو اونجا دستگیر کردن. وقتی هم رفتیم جلوی قاضی وایسادیم، برگشت گفت به من، گفت تو لیدر هستی و اونجا اومدی مردم رو تحریک کردی، ما تو رو میشناسیم، تو سرهنگای سپاه با دوربینه شخصی خودشون تو رو شناسایی کردن. بله 11 نفر بودیم که دستگیر شدیم و با ضمانت اومدیم بیرون. عظمت اجدری که خواهرش غنیمت یکی از مسافران پرواز PS752 اوکران ایر بود، هواپیمایی که توسط سپاه پاسداران روز 8 دی 98 سرنگون شد، برای ابراز همدردی با دادخواهان آبان 98 در دادگاه بین المللی مردمی آبان حضور پیدا کرد. راستش برگزاری یه دادگاه مستقل بین المللی شده رویای روز شبای همه ما، من جمله من، و من امروز اومدم اینجا تا به این رویام عینیت ببخشم. چیزی که برام خیلی قابل توجهه شجاعت و جسارت شاهدینی هستن که اینجا میان و نسبت به این جنایت دارن شهادت میدن، و مسلماً روزی که دادگاه واقعی برگزار بشه استناد خواهد شد به شهادت هایی که در این دادگاه انجام شده و بسیار برای پیشبرد پرونده ها به نظر من مؤثر خواهد بود، و ما امیدواریم که در مورد پرونده هواپیمای پرواز PS752 هم این اتفاق بیفته و شاهدین جسوری پیدا بشن و با شجاعت بیان و شهادت بدن که در اون شب و شبهای قبل و بعدش چه اتفاقی افتاد که منجر به این فاجعه شد. شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران و یکی از برگزار کنندگان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، از موفقیت این دادگاه میگوید. جلسات دادگاه با استقبال خیلی گسترده شاهدان، همینطور خانواده های جانباختگان و مردمی که میلیون ها نفری که هر روز جلسات این دادگاه رو دنبال میکنن مواجه شده، و این خودش یک امیدی در دل همه ما به عنوان کسایی که برای دادخواهی فعالیت میکنن ایجاد کرده که این کارها و این فعالیت ها نه فقط از نظر حقوقی مهمه و میتونه در عرصه بین‌المللی مهم باشه، بلکه در خود جامعه ایران، در عرصه روشن شدن حقیقت، در عرصه که مردم در کوچه و بازار راجع به روایت ها و شهادت های شاهدان این دادگاه صحبت می کنن تأثیر بذاره. شاهدان یک بار دیگر در عرصه عمومی شجاعت بی نظیرشون رو به نمایش گذاشتن. ما هممون قدردان شجاعت اونها و قدردان تعهد اونها به اینکه اون چیزی رو که دیدن با چشمهای خودشون، کشته شدن دوستانشون، زخمی شدن خودشون، بازداشت، زندانی، شکنجه شدنها رو بیان و در اختیار عموم بذارن. با اینکه میدونیم بازگو کردن این روایت ها اولا چقدر سخته، چقدر دوباره اون دردها و رنجها رو زنده میکنه، و از اون طرف تا چه حد ممکنه متوجهشون بشه خطرات امنیتی. البته تلاش ما این بوده که در همکاری با خود شاهدها در تک تک و مورد به مورد سعی کنیم موازین امنیتی رو طوری رعایت کنیم که منجر به افشای هویت شاهد اگر در ایران هست نشه، و سعی کردیم در واقع این تصمیم گیری نهایی به عهده هر شاهدی باشه که آیا میخواد در جلسه
استماع شهادت بده و اگر میخواد چگونه میخواد شهادت بده، صورتش رو بپوشه، صداش رو عوض کنه و همه این امکانات رو سعی کردیم فراهم کنیم تا جایی که ممکنه. شادی صدر در ادامه گفتگو با اعدام بس است از مراجعه افراد جدیدی میگوید که چه در داخل و چه در خارج از کشور پس از آغاز این دادگاه خواهان ارائه شهادت خود شدند. هم در اینجا چندی نفر مراجعه کردن، عکس، فیلم، احکام دادگاه و همینطور عکس جاهای شکنجه، اینها رو برای ما آوردن و گفتن که میخوان شهادت بدن و شاهد وقایع بودن یا در جریان وقایع و جنایت‌های آبان مورد آسیب قرار گرفتن. ما از طرف دیگه تمام اکانت‌های آبان ترایبونال در اینستاگرام، در توییتر و همینطور تلفن واتسپی که این هیئت دادستانی دادگاه دارن اشباع شده از تماس ها و درخواست هایی که میخوان مدارک و اسناد ارائه کنن و همونطور که اعلام کردیم چند روز پیش وقتی که با این حجم وسیع درخواست ها مواجه شدیم از هیئت دادستانی پرسیدیم و اونها با قضات مشورت کردن و قضات اعلام کردن که ما در واقع هنوز تا زمانی که رأی نهاییشون اعلام کنن پذیرای شهادت ها و اسناد جدید خواهند بود. بنابراین به دلیل اینکه روند بررسی این اسناد، اخذ شهادت ها، راستی آزمایی و ترجمه اونها روند طولانی هست، دوستانی که اینجا آمدن در لندن و میخواستن شهادت بدن رو ما گفتیم باید این روند در مورد اونها هم طی بشه و بنابراین متاسفانه در این جلسات امکانش نیست. ضمن اینکه برنامه ما به شدت پره و همون شاهدانی که الان تو خونه نشستن تو ایران و منتظر بودن که فراخونده بشن هنوز خیلیشون تو نوبتن و منتظرن، بنابراین امکانش برای اضافه کردن شاهد اینجا نیست، ولی همونطور که گفتم امکان ارسال اسناد و مدارک و شهادت دادن به این دادگاه همچنان موجوده. از شادی صدر که حقوقدان است در رابطه با نقش دادگاه‌های مردمی پرسیدیم. دادگاه‌هایی که از قدرت اجرایی برخوردار نیستند و بنابراین برخی اینچنین دادگاه‌هایی را نمایشی یا نمادین می‌خوانند و زیاد به کارایی آن خوشبین نیستند. ببینید این الفاظی که این چند روز من دارم میشنوم به عنوان نمایشی یا نمادین به جای اینکه بگیم که این یک دادگاه مردمیه در واقع به نظر من تخفیف دادن اثر و اعتبار این دادگاه. این دادگاه همونطور که رو اسمش هست یک دادگاه مردمیه، به این معنا که مردم برای مردم برگزار کردن، به این معنا که یک ابتکاری هست که از سوی در واقع کسانی که جزوی از دولت نیستن و مستقل هستن از دولت‌ها برگزار شده. به همین اعتبارم بله این دادگاه پلیس و دادگستری نداره و نمیتونه کسی رو که محکوم کرده زندانی کنه، اما این معنیش این نیست که احکامش، حکم نهاییش تأثیر نداره یا روند حقیقت یابی در اون نمیتونه تأثیری داشته باشه. نکته مهمی که هست اینه که دادگاه‌های مردمی در جاهای مختلف دنیا در شرایطی تشکیل میشن که معمولاً ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران از مسئولیت مطلق برخوردارن و به این دلیله که مرد و دولت‌ها که باید تحقیق بکنن و باید متهمی رو محاکمه بکنن و به مجازات برسونن وظیفه‌شون انجام نمیدن، نه تنها وظیفه‌شون انجام نمیدن بلکه مثل ایران متهمین خودشون در بالاترین مسطرهای اجرایی هستن. به همین دلیله که اینجا مردم هستن که عدالت رو در دست میگیرن، مردم هستن که اختیار رو در دست میگیرن. قضات حقوقدان هستن. بله قضات یک حقوقدان هستن، مستقل هستن و همینطور بسیار مبرز هستن. همونطور که دیدین بسیار موشکافانه با سوالات دقیق از هر شاهدی سعی دارن که عمق و کنه حقیقت رو بفهمن، برای اینکه رأی رو که میخوان صادر کنن نباید مولای درزش بره و درست به همین دلیل که این رأی اعتبار بسیار زیادی داره و میتونه حداقل کاری که بکنه، حداقل تأثیری داشته باشه اینه که اگر رأی صادر بشه، چون ما که نمیدونیم هنوز این قضات چه رأی صادر میکنن، اگر این قضات رأی صادر کنن به اینکه در آبان 98 جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده و این 133 نفری که هیئت دادستانی به عنوان متهم معرفی کرده اینها مجرم هستن، حداقلش اینه که این افراد به محض اینکه پاشونو بزنن در یکی از کشورهای اروپایی یا کشورهایی که قانون اصل صلاحیت قضایی جهانی برش حاکمه، امکان دستگیری و امکان محاکمه اونها به استناد به حکم این دادگاه وجود خواهد داشت.
ری میخن که سای مثل امثال منو با یک کیلو برین میخرن و میندازن جلو. 30 ساله که کوچه خاکی آمون خاکیه، آسفالت خوب خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن. یه مش مریضم واسن و تخمه لشکن که فیلم میگیری وقتی یکی تو میکنه دست مریضا بی منامه.